مشام میرسد لحظه بوی کربلا اربعین یکی دو سال بود که می اومدن دوستان، من مشرف نشده بودم. من یه تصادف کردم و پای راستم آسیب دید، خیلی درد داشت، خیلی اذیتم میکرد، نمیتونستم را برم. هر دکتری رفتیم اینا گفت مورگ پاس، یکی گفت عصب پاس. یه همسفر کربلا داشتیم، زنگ زد گفتش که مادر خانومم مریضه، به من تربت داری بدی؟ گفتم آره بیا. من به لطف خدا دستم تربت خوبه، همیشه هم تربت روزی میشه. من تو عصا دستم گرفتم اومدم دم در، دخترم هم کمکم میکرد. برگشت گفت بابا چرا اینقدر دروغگویی تو؟ گفتم چطور؟ و هر مریضی میاد تو تربت بهش میدی و خودت تربت امام حسین کاری برات نمیکنه. من اصلا منقلب شدم، این بچه حقیقت رو گفته. یه تربت دارم، گفتم بابا خودت بده من این تربت رو بخورم. همونطور که تربت رو میخوردم یه لحظه گفتم یا ابا عبدالله اگه این پا شد خودت کرم کن، من اربعین بتونم حداقل نجف تو کربلا رو پیاده بیام. نجف بودیم، زیارت کردیم، اذن از آقا امیرالمومنین گرفتیم که حرکت کنیم به سمت کربلا. یه بزرگی به من تاکید میکرد که شما مشایر از داخل وادی السلام برو، از داخل قبرستان. ما شروع کردیم از داخل قبرستان حرکت کردن، چون ما این مسیر رو اومدیم یه جوی کفش اومدیم بگیم یه کتونی گرفتم پام کردم. اون آقایی که کفش میفروخت گفتش که میخواید امشب تشریف بیارید منزل ما تاریک شده. گفتیم که کجاست منزلتون؟ گفت اینجا این محله که فقیر نشینه، شما بیاید یه محله ای که من با ماشین هست میبرمتون. گفتم آقا فرقی نداره. یه جوون یه دشداشه مشکی تنش بود شده و خاکستری، یه دستارم به سرش بسته بود و با این موتور سه چرخ ها اومده دمه به ما نگاه میکنه، اشاره میکنه. گفتم این آقا چی میگه؟ ایشون گفتش که ایشون میگه که اینا میان خونه ما. گفتم بریم خونه شون. که آقای بود دستش از بدن قطع شده بود در جنگ. گفتم برنایی میکنم و رفتم. چه پذیرایی کردن و هرچی داشتن وسط آوردن. ای آشنای عبد گناهکار یا مجیر، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب. سبحانك یا الله تعالیت یا رحمان، اجرنا من النار یا مجیب، اجرنا من النار.
یهودی. ولی خیلی با تمام وجود انگار مثلا بهترین مهمان زندگی اینا وارد شد. خانم این آقا ام حیدر بود، ایشون گفتش که ما متوسل شدیم به امام حسین یا ابا عبدالله یه مهمانم برای ما بفرست تو مشایه، ما هم یه سهمی داشته باشیم. خود این آقای ابو حیدر اومد کمک ما کرد و وسایل و لباسامون رو در آوردیم و بعد به من گفت بشین. نشستیم با پاتو دراز کن. گفتم که آخو شما بزرگتری، من فکرم میخواد پامو ماساژ بده که تو را پاها رو ماساژ بده. گفت بشین و ما رو به حضرت ابوالفضل قسم داد، جوراب من اپام در آورد. بعد گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفت جوراب داد پسرش، گفت ببر اینو بشور. جوراب برد پسرش شست و پیره مرد، ما دو نفر میبینیم یه سال خودمون کوچیکتره، یه سر گردن اما پایین تره، دیگه میخواییم ما یواش یواش گفتیم آقا حرکت کنیم بریم دیگه. این پیره مرد سرش به دیوار گذاشت گریه کرد. کجا میخواییم بریم؟ میخواییم بریم کربلا. گفت باشه. رفت اومد دست که جیبش یه پولی مثلا 45 تومن 50 تومن ما داد به ما. این پوله رو به ما داد. گفتیم چی؟ گفت مسافر سفر میره باید بالاخره خرج داره تو راه. گفتیم ما خرجی نداریم الحمدلله سفره پهنه. گفت نه. میترسم از قیامت و از دوری حسین، برگ امان برگه امان به من بده از نار یا مجیر، برگه امان برگه امان به من بده از نار یا مجیر. تا کربلای حضرت ارباب پرکشم با یک سلام لحظه افطار یا مجیر، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجنا من النار يا مجيب. واقعاً 40 علاوه بر خاطره ها درسه ها. 40 اصلا نباید برنامه ریزی کنی، یعنی تصمیم بگیری که برنامه ریزی نکنی. دریا که طوفانی میشه این موج همه چی رو با خودش میبره، کف روی آب رو میبره، سنگای قیمتی ته آب رو میبره، ماهی ها رو میبره، اما وقتی میاره لب ساحل برمیگرده خیلی چیزای قشنگی میبینی. شاید ما رو پالایش میدن تو این راهی که میای. این هم قشنگ. یا مثلا طرف میگه که خدای فلانی کربلا رفت من نرفتم، این آرزو براش میشه، این زیباست. حالا هر کی به یه شکلیه دیگه. امام حسین علیه السلام به قاتلش فرصت داد. اینا نطفهشون حرام بود، لقمهشون حرام بود، تفکرشون حرام بود، ذاتشون حرام بود. بابا ما خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، بیراهه میریم، میگیم شیر مادر، اشک چشمش، لقمه پدر. بالاخره خمیر مایه‌ای داریم، یه ریشه‌ای داریم. اینا هیچی نداشتن، اما آقا به اینا فرصت داد. یه بیت شعر خیلی تو شعراتش بحثه که ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد آغاست حسین. قاتل امام حسین که جاش قعر جهنمه.
این که دائم و زیاره و دائم و سفر کربلا مدیون دو نفرم. سال اولی که من تمتع مشرف شدم عمره رفتیم، به هر قیمتی بود مادرم رو بردم. مادرم سه تا دعا کرد، خوشحال شد بردمش مکه. سه تا دعا کرد که امیدوارم همین امسال حج مشرف بشی، همون سال حج مشرف شد، آبرومند باشی و کربلا دائم بری. یه سال هم که ما حج بودیم یه پیرمرد بود، نمیدونم فوت کرده زنده است، خیلی پیر بود، از ورامین اومده بودن، اومد گفتش که من باید طوافم رو دور بیت انجام بدم، اون بالا و چرخه رو قبول ندارم. گفتیم آقا چی کار باید کرد؟ پرسیدم آقایون، گفتن که یکی باید کولش کنه ببره. ما هم گفتیم ما این کار انجام میدیم. برگشت گفتش که چقدر میشه؟ باید راضی باشی. گفتم پدر جان این حرفا چی؟ گفت نه بالاخره بام تو من یه دعا کن بستنه. ما کولش کردیم و طواف بیتو انجام دادیم. همجه میگود شکاف کعبه رو به من بگو کدومه. همجه هم یا علی میگفت. حتی صفا و مروه اینا رو انجام دادیم. اون قبل اینکه نماز شروع بشه اینو بردم جلو، دیدیم اجازه نمیدن. گو حجرم باید ببوسم. بردمش چسبوندمش داخل حجر، همه تو صف جماعت بودن، نماز شروع نشد، استلام حجر گفتم پیر گو پاپ تو برو کنار، حسابی صفا کرد. اومد گفتش که به من امیدوارم پات کربلا بریده نشه. یعنی ببین دعا رو ببین، گو امیدوارم پات کربلا بریده نشه. در بسته میشه از پنجره رامون میدم. منم خواستم از خدا که خدا رزق نسلم کن، رزق خانواده‌ام کن، رزق دوستام کن، رزق اطرافیانم. هر کیو میبینی سراغ از کربلا بگیری. خدا ایشالله رزق همه کنه. یه کاری کنیم در حقمون دعا کنن که پامون کربلا بریده نشه. جوونی ما پای تو دادم، جوونی ما پای تو دادم. از ما که گذشتم ما غمم همینه، الهی هیچ کس داغه حرمت نبینه. قدم قدم میگم ای دل ای دل، حرم حرم میگم ای دل ای دل. امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای دل.